بسم الله الرحمن الرحیم. انسان اگه بنا گذشت طاهر باشه، طهارت یه چیزیه آسیب پذیره، زودم آسیب میبینه. شما یک حب آب داشته باشید، تو تابستون آب یخ، آب گوارا، آبی که با پول میخرن. یک کسی سر انگشتش یه سر سوزن خون اومده، این خورد به این آب، آبی که کمتر کره. بنابرای قول مشهور بین فقها، کلش این طهارت کلش زائل میشه، کلش میره از بین. چقدر انسان احتیاج به طهارت داره، لحظه به لحظه احتیاج داره. اگه تصمیم گرفت انسان استعانت به خدا و اهل بیت هم کرد، هر کسی تا یه حدی موفق میشه. فرمایش آقا امیر المؤمنین صلوات الله علیه، ما رام احد شیئا الا وصله او اقترب منه. مضمونشه، حالا عبارت شاید کم زیاد باشه، یعنی هر کی احدی قصد یه چیزی را نمی کنه مگر میرسه به هدفش یا نزدیکش میرسه. آقایون طلاب جوان، منو جوان که تصمیم داره درس بخونه، عالم بشه، مجتهد بشه، واعظ خوب بشه، واعظ موفق بشه، این آخرش یا اون میشه یا تا یک مراتبی موفقیت پیدا میکنه. انسان تصمیم بگیره طهارت پیدا کنه، با ابعاد طهارت. سرمشق هم آقا حضرت سید شهدا صلوات الله شدنیه. خیلی از این سرمشق استفاده کردن شدن، افرادی دور بودن شدن. هم یاد بگیره خود انسان، هم در مقام این بر بیاییم که منتقل به دیگران کنیم با اسلوبهای مفید مؤثر در نقل. همین امسال یه روز بعد از ظهر، ایام قبل از حج، شخصی آمد اینجا و به من گفتن که این آمده تو رو ببینم، ختم بره از بیرون، از خارج ایران اومده. من از وقتهایی بود که ضعف بنیه دارم، اما افراطش بود اون وقت، تصمیم گرفتم که بگم نمیتونم، اگه هست بمونه نزدیک مغرب میام، چون شب قبلش صبحش اینا برنامه های مختلفی داشتم، فکر میکنم حال صحبت کردنم خیلی ندارم. اما یه لحظه پیش خودم فکر کردم، نمیدونم این کیه، اینم میخواد، گفتم میخواد بره، آیا یه روز دیگه من ببینمش نبینمش، نکنه همین یه مرتبه از تقصیر باشه. بعد از اینکه تصمیم گرفتم جواب کنم اومدم، گفت من اومدم برم حج، میخوام تو یه نصیحت به من بکنی، چیکار کنم تو حج؟ منم با یه خورده تفصیل این حرفو بهش زدم، گفتم مثل شما امسال هزارها دارن میرن حج، ده ها هزار، صد ها هزار، شاید میلیون ها، چند میلیون اینا میرن حج، حج تموم میشه، انشاءالله به سلامتی شما برمیگردی به شهرت، حجاج هم برمیگردن به شهراشون، اما خیلی از اینا دست خالی برمیگردن، بعضی هم دست پر برمیگردن،
ازشم معنا کردم دست پر دست خالی. سعی کن از کسایی باشی که دست پر بر میگردی. یه عده دیگم بودن، یعنی چند نفر دیگم باش بودن، اونا یه مسئله هایی داشتن پرسیدن، اونم فکری کرد، بعد اومد به من گفت که من خصوصی میخوام شما رو ببینم. گفتم همینجا بگو. گفت که نه میخوام کسی نباشه. گفتم آهسته بگو، کسی که نمیشه. گفت نه اگه یه وقتی بگو. گفتم تا کی هستی شما؟ گفت تا فردا هستم. فردا یه موعدی براش گذاشتم، گفتم بیا. اون شخص گفت تا فردا هستم. فردا که اومد گفت من یه سوال دارم و اون این حرف تو دیروز وضع منو به هم زد. من دیشب تا صبح نخوابیدم. حالا اومدم به تو یه چیز بگم، تو هم یه چیز به من بگی. اونی که من به شما میگم اینه که من همه کاره بودم. این عبارتش بود، البته به عربی صحبت میگه، عربی کن. گفت هر چی فکر کنی یا نکنی من کردم. سوالم اینه حالا چی کار کن؟ یعنی ممکنه شما به یه شخص دور ندونیتم دوره، اما یک کلمه بگید کل برنامه ای طرف عوض کنه، حالا تا آخر یا تا موقت، هرچی. راه اهل بیت راه عوض کننده است، واقعه، چراغه، نوره، طهارته. سعی کنیم هم هر کسی مراتبی از طهارت داره یه خورده بالاترشو فکر کنه، تصمیم بگیره، عزم بکنه بره بالاتر و به دیگرانم منتقل کنه. جسارت نمی کنم اما یه حرفی اشکال نداره. ممکنه بعضی از اینایی که از من یا شما یه چیزی یاد می گیرن روز قیامت ببینیم از من و شما هم جلوتره. ممکنه شده، تو تاریخ بگردید قصه هاشو ببینید، روایت هم داره، روایات هم داره. یکی از کسایی که خیلی حسرت میخورن روز قیامت کسایی هستن که میبینن کسی را هدایت کردن و خیلی بهتر خودشون شده. میبینم اون خیلی جلوتر از منه، حسرت نمیخورم؟ وقتی چرا محروم بشه این کسی که صلاحیت داره که اینقدر خوب بشه؟ شما هم ازتون میاد. از نظر ظاهری، مثلا ظاهری دنیا ما بخوایم حساب کنیم، نمونه های بارزی هم داریم. مجلسیه این رضوان الله علیه ما شاگرد از استاد جلوتر افتاد که پدرش باشه. آثار علامه مجلسی، فرزند، خدماتش، توفیقاتش بیش از آثار پدرش. با اینکه خود ایشون یکی از آثار پدره، منهای این مطلب. صدوقین، شیخ صدوق و پدرش، علامه حلی و پدرش، محقق حلی و پدرش، نراقیان، نراقی ملا احمد نراقی و پدرش ملا محمد مهدی نراقی. یعنی آثارشون حسب ظاهر. خیلی ها میشه طاهر بشن، همونی که خیلی ناجوره، خیلی دوره، میشه طاهر بشه. اینا رو کی باید نجات بده؟
اینا را امام حسین باید نجات بدن. به وسیله یکی، به وسیله شما ها. یه وسیله دو چیز لازم داره. یکی سعی کنیم طهارت خودمون را بیشتر بکنیم. همه ابعاد طهارت. یکی به دیگران منتقل بکنیم. امیدوارم به برکت خود آقا حضرت سید شهدا صلوات الله و سلام علیه، خدای تبارک و تعالی همه ما را، هر کی موفق بوده بیش از پیش، هر کی هم نبوده، در هر بعدی نبوده، مخصوصا در بعد طهارت و مراتب راقی طهارت، هممون را موفق بداره. و صلی الله علی محمد حسین.